خیلی از بچه های دیروز حتی قبل از اون که خوندن و نوشتن بلد بشن قصه خیلی از کتاب های معروف رو می دونستن. از بعضی قصه های گلستان و بوستان سعدی خودمون تا بینوایان ویکتور هوگو و اولیور تویست دیکنز و همه اینا از صدقه سری برنامه کودک بود. صحبت از زمانیه که تلویزیون 2 کانال بیشتر نداشت و هر کانالم فقط چند ساعت در روز برنامه پخش میکرد و سهم بچه ها فقط 1 ساعت بود. نه سیدی و دیویدی بود، نه شبکه مخصوص کودک و نوجوان. برنامه کودک جادویی ترین اتفاق مشترک بچه ها بود. پنجره ای رو به قصه ها، پنجره ای که هر روز خانم مجری می اومد و با مهربونی ما رو به دیدنش دعوت میکرد. این برنامه‌مونو تقدیم می‌کنیم به برنامه کودک که اولین تجربه‌های ما از معروف‌ترین داستان‌ها رو رقم زد. به پنجره جادویی رو به قصه‌های بزرگ به برنامه کودک. امضا کتاب باز. سلام، به برنامه کتاب باز خوش آمدید. من نیومدم جای سروش صحت. من اومدم دیدن آقای سروش صحت، همسایه هنرمند عزیز کتاب بازم، ببینم چه خبره، چی کار میکنی؟ خیلی خوش اومدیم، خیلی خوش اومدیم. اینقدر صمیمی و مهربون و خوب با بیننده ها سلام علیک کردید که سلام من دیگه این هنای من برای بیننده ها رنگی نداره. اختیار دارید. ببخشید که من فضولی کردم طبق معمولا. اختیار دارید. شما بسیار بسیار کار خوبی کردید. سروش همسایه ماست و واقعا بهترین کسی بوده که میتونسته انتخاب بشه برای اجرای این برنامه، چون کتاب بازه و خیلی هم ما بهش بعضی وقتا معترض میشیم، چون دیگه زیرزمین و راهرو و راپله ها و همه پر از کتاب. من گاهی وقتا کتاب دارم وارد خونه میکنم، این پلاستیک ها رو خانم برومن در خونه رو واز میکنم، میگن اینا چیه؟ من و بعد انباری های ما مشترکه، اصلا یه وضعی من درست کردم. البته راه روی انباری ها مشترکه که دیگه این کتاب ها نمیذاره ما رد شیم، باید یه فکری بکنیم. من به شما قول میدم، قول میدم اگر به من جلوی همه جلوی قول میدی، ولی 1 سال وقت میخوام. وای خدا، 1 سال برای مرتب کردن اون انباری 1 سال من وقت میخوام. آقای سروش صحت عزیزی، 1 سال میخوای این کتابا تو راه رو باشه؟ اون گوشه هست دیگه، از بغلش رد میشیم دیگه. برای اینکه من اینا رو باید مرتب کنم ببینم چی به چیه. 1 سال دیگه جای شما هم هر کتابی رو خواستین بردارین بخونید. من حالا فعلا یه چیزی برداشتم بدون اینکه بهت بگم. آره حلال کن خانم رومن. به خدا ببین، روی این کتابا دیدم یه کتاب کوچیک با جلد سیاست، روشم یه عینک، گلستان سعدی. من واقعا سعدی رو دوست دارم، برداشتم بردم تو انبار خودم که بعد ببرمش بالا، یادم رفت، فعلا مونده. این من نمیدونم چه سر شده که ما تو تمام برنامه هامون اسم سعدی میاد. اصلا من خیلی خوشحال و هیجان زدم. اون گلستان سعدی قطع جیبی سیاه رنگی که اونجا بود مال شما. خیلی تقدیم به شما. تقدیم به شما. من قصاید سعدی رو هم و غزلیاتش هم تقدیم میکنم، ولی بذارین 1 سال اون انباری و من کنارشون راهرو رو کتابا رو بچینم. چیکار کنم؟ خیلی خوشحالم اینجا، خیلی خوشحالم اینجا. ممنون ازت. تمام دوره کودکی و نوجوانی من با خاطراتی بوده که از شما داشتم، با اجرای بی‌نظیر برنامه کودک که جزو زندگی ما شده، جزو زندگی ماست. خانم رومند، بگین که شما خودتون از کی، میدونم که خیلی کتاب میخونین، از خاطرات کتاب خوندنتون برای من و بیننده ها بگین. والا متاسفانه من الان مثل خیلی از مردم دیگه خیلی کمتر کتاب میخونم، یعنی نمیدونم به روزمرگی زندگی یا این فضای مجازی، شلوغ پلوغ بودن، ترافیک، این که آدم دیر خونه میرسه، شب تا آدم میاد بره بخوابه میشه ساعت 12 شب. و واقعا ما بیشتر کتابا رو شبا میخوندیم، یعنی یکی از کیفامون این بودش که شب موقعی که میریم تو رخت خواب کتاب با خودمون ببریم و بخونیم. و واقعا
چه خاطراتی بود اون رمانای به اون قطوری. یعنی ببینین شما مثلا 700 صفحه 800 صفحه 1000 صفحه ما رمان میخوندیم، اصلا الان همچین حوصله هایی هست؟ من ولی فکر میکنم الان هم اگر دوباره آدم بره و بخونه کتابایی مثل کتابای قصه محوری، مثل دکتر ژیواگو، مثل جان شیفته، بازم همون لذت ها رو میشه برد. شاید الان دیگه یه ذره میترسیم از اینکه کتابای قطور بخونیم، ولی مگه میشه الان آدم ژان کریستوف رو دستش بگیره و لذت نبره؟ جان شیفته رو آدم بخواد بخونه و لذت نبره؟ این قصه ها انگار برای همیشه است. حتما همینطوره. ولی سروش جان الان چرا کتابا اینقدر، پس رمانایی که می‌نویسن اینقدر کم ورق شده؟ 50 60 صفحه 70 80 صفحه؟ برای اینکه حوصله متاسفانه، خب همین، برای خوندن یه ذره کم شده. حتی حوصله برای نوشتن چی؟ برای نوشتن رو نمیدونم، ولی میدونم که مثلا توی روزنامه هر چقدر مطلب با تعداد کلمات کمتری باشه خواننده هاش بیشترن. شاید مردم عادت کردن توی این دنیای مجازی، توی صفحات مجازی خیلی مطالب مختصر و مفید این قرص و کپسول در واقع بخونن و استفاده خب بکنن. همینو دارم میگم، به خاطر همین اینا برای ما اون کتابایی که میخوندیم واقعا خاطره شدن. الان که میگین کمتر میخونین، چه جور کتابایی میخونین؟ الان مثلا تو این چند وقت اخیر یه چند تا کتاب دستم رسیده بود. اولا که حالا چون همسر شماست، ببخشید که من الان این رو عنوان میکنم، مثلا دو تا از بهترین کتابایی که من خوندم پارسال و پیرارسال بود. فکر میکنم کتابای سارا سالار بود که کتابای خیلی کم حجمی بودن، اما من وقتی شروع کردم دیگه اصلا این کتابو هیچ کدومشون رو زمین نذاشتم، احتمالاً گم شدم و هست یا نیست. درست گفتم؟ البته کتاباشم با خودم آوردم، ولی من خیلی دیگه هوش و حواس و تمرکز اونطوری که همه چی یادم بمونه طبیعتاً. اتفاقاً برعکس میخوام بگم، شما هم هوش هم حواس هم همه چی بد جوری یادتون میمونه. خیلی دقیق، من آدم به منظمی و دقت شما کم دیدم. خب حالا چیزو بحث سارا سالا رو عوض نکنیم. که واقعاً این دوتا کتابش از نظر ساختار نوشتن به نظر من بسیار محکم بودن. درسته که کم حجم، ولی خیلی محکم. کار جدید سارا داره میکنه، انجام میده. مشغول نوشتن. خب یکی دو پارسال به من گفت که داره موضوعش چیه. امسال ازش چند ماه پیش سوال کردم، گفت یک کمی دارم نقطه نظرم رو تغییر میدم. یعنی داشت از مثلا اگر از زبان یک پسر 17 ساله می نوشت، حالا گفت دارم از زبان یک آدم دیگه ای و یه سن دیگه، یا برعکسی همچین چیزی نبود؟ میگم شما دقیق و کامل همه چی رو می دونید. درباره بقیه کتابایی که خوندینم لطفاً صحبت بکنید. کارای خانوما رو مثل که بیشتر مطالعه می‌کنم. والا من یه مقدار کتاب برداشتم و بردم، بعد یه دفعه دیدم اینا همه کارای خانوماست. آخه میگن ادبیات امروز ایران توش نویسنده های زن خیلی پررنگ و فعال شده. عجیب بود اصلا. من یه مرتبه واقعا به طور تصادفی دیدم همه این کتاب، حتی با خودم فکر کردم کتابایی که روم اثر گذاشته مثلا توی سالهای اول انقلاب یا حالا دیرتر، مثلا نمیدونم 20 سال پیش، چه مثلا یه کتاب خوندم سهم من مال خانم پرینوش سنیعی، که انقدر این کتاب رو من اثر گذاشت، چون تمام دوران انقلاب رو تعریف کرده بود با یک قصه خیلی شیوا و روان، و اتفاقا یه جاش هم به من اشاره کرده بود. یعنی گفته بود مثلا اومدیم خونه دیدیم گوینده برنامه کودک داره اینو چقدر میگه. چقدر خوب. من الان میخوام درباره کتابایی که شما آوردین صحبت بکنم، ولی قبلش دمنوش خوشمزه میخورین یا چایی خوشمزه؟ دمنوش؟ آخه دمنوش چیه؟ خوابم نگیره چون من... نه عالی، از ترکیب گیاهان خوشبوی خیلی آرامش بخشه، آدم میگه به به چه بویی داره. خدا بهمون رحم بکنه. پس برم دمنوش بیارم. دیگه دمنوشی که سروش صحت بده. الان میارم خدمتتون.
میریم به دریا در پناه الله، ما میریم به دریا در پناه الله، دل به دریا بستم، سلام، اینجا دیلم از استان بوشهر. شهرستان دیلم دارای جمعیت 30,000 نفریه. کار مردمون این شهرستان ماهیگیری و همچنین حمل و نقل کالا از کشورهای عربیه. کتابی همراه خودم آوردم در رابطه با تاریخ و اشعار محلی شهرستانمون به نام شاهنامه سرایی و گامی در تاریخ معاصر شهرستان دیلم به مؤلف آقای علاکرم لیرابی. شعر محلی انتخاب کردن در این کتاب سروده آقای مختار تنگسیری از شعرهای بزرگ شهرستانمون در رابطه با خلیج فارس. دلم ورکنده موج خلیجه که نوم فارسی اوج خلیجه، مبادا ریسلی آشفته وابو، مبادا ریسلی آشفته وابو که خین ریسلی موج خلیجه، بگو دیر ولات خالو آبو، بگو دیر ولات خالو آبو، نکو کاری جهاز شالو آبو، که زار محمد یه صبرش تمومه و خو راس آبو خشمالو آبو. ازمونش در رابطه با اینه که خلیج فارس همیشه موندگاره، همیشه اسمش خلیج فارسه و هیچ کشور عربی نمیتونه اسمش رو عوض کنه. ما عشق داریم به این خلیج فارس، به این دریا، کارمون با این دریا. بعضی از لنجها یا که ما بهش میگیم جهاز پشت سرمون هست، یکی این سمت بهش میگن ناکو جهاز یا لنج باری بهش میگن. تو لنج جاشو هست، ناخدا هست، جاشو همون خدمه لند و جازینا هست. ببین بوی دمنوش ما رو دوست داری؟ اینا تو رو خدا سروش جان دکوره یا اینکه واقعا دمنوشه؟ نه، خوردنیه، خیلی خوشمزه. یعنی از این به بعد هر روز میگین اون دمنوش چی بود به من دادی؟ اصلا اینجا همه چی واقعیه. این نمیدونم تلویزیون واقعیه، اون این تلویزیون واقعا؟ بله بله، ببینین این فعلا کموده. نه خیر، کجاش کموده، ببینین چقدر این قشنگه. بله، همه چی واقعیه، واقع. اینا قشنگ باز میشه، ببینین همش. یادمه که یک چنین تلویزیونی داشتیم. بله. بعد مادرم بعد از اینکه تلویزیون‌ها مدرن شدن این تلویزیون از این تو در آورد، نمیدونم چی کارش کرد، این قفسه‌شو کرد جای قند و شکر. نه بابا. عرضم بود من می‌خوام اگه اجازه بدین کتابایی که آوردین رو معرفی بکنم. حتما. ببخش من عینک شما رو اشتباهی بردشتم. خب اول من بگم که واقعاً حالا بجزون چون شما بگید باش من میگم، چون من اگه زیاد دیگه بح بح حرف بزنم. به 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 به، مجموعه آثار نمایشی استاد داوود رشیدی جلد اول. خانم احترام برومند همسر استاد داوود رشیدی بودن و خانم برومند من واقعاً خوشحالم که همسایه شما، واقعاً خوشحالم که با شما دوستم و همسایه‌ام و شاگردتونم و یکی از افتخارات زندگی من آشنایی با آقای داوود رشیدی بوده که برای من نمیدونین چقدر بزرگن، چقدر مهمن، چقدر معلمن، چقدر آدم خاصین، چقدر من از ایشون نه فقط در حوزه نمایش و تلویزیون و سینما، انسانیت چقدر از ایشون یاد گرفتم. خوش به حالش. نه خوش به حال ما، خوش به حال ما. مجموعه آثار نمایشی استاد داوود رشیدی جلد اول
و جلد دوم. این کل کارهای آقای رشیدیه؟ این کارهایی که از سال 41-42 که آقای رشیدی ایران اومدن و نمایشایی که خودش روی صحنه می برد یا تئاترای تلویزیونی که اون موقع اجرا می کردن، اینا رو معمولا خودش ترجمه می کرد یا بعضی از ترجمه ها مشترکاً با آقای دکتر حسین علی طباطبایی ترجمه شده که همه نوشته شده و به نظر من کتابای خوبیه برای اینکه برای بچه های تئاتر بهش مراجعه بکنن و بعضی از نمایشاش رو بتونن که اجرا بکنن و هر وقتم اگر سراغ من آمدن و بعضی از این نمایش ها رو انتخاب کردن برای اجرا، ما بدون واقعا یعنی با خوشحالی و بدون چشم داشتی اجازه دادیم که این کار رو انجام بدن و من خوشحال میشم که چون همیشه داوود دوست داشت که جوونا واقعا به جوونا کمک بکنه، به جوونای تئاتر، خوشحال میشم که استفاده بکنن. چقدر خوب که اینو گفتین. یه ذره درباره کتاب خوندن آقای رشیدی برامون بگین. من خودم کلی خاطره دارم، بارها و بارها و بارها اومده بودم پیش شما و آقای رشیدی میدیدم که کتاب دستشونه، این کتاب دستشون بود، میبستن صحبت میکردن، یعنی کتاب انگار یه چیزی بود که همیشه یا دستشون بود یا اون بغل بود. بله. چه کتابایی میخوندن؟ چقدر کتاب میخوندن؟ درباره از کتاب خونه خونتون بگین که خیلی هم قشنگ و زیباست. همیشه بله، خیلی عادت داشت، اصلا این فرهنگ کتاب خوندن رو واقعا داشت و عادت به این کار داشت، هیچ وقت وقتش رو تلف نمی کرد. همیشه خب مسافرت که می رفتیم هر کسی تفریح به خصوص خودش رو می کرد و همیشه اون تو آفتاب می شست و کتاب می خوند، یا وقتایی که سر فیلم برداری می رفت، وقتایی که خودت می دونی که خیلی گاهی ساعتهای طولانی آدم بیکاره سر فیلم برداری، همه میگن و معروف به این که او همیشه یک کتاب کوچیک جیبی داشت که بخونه. کتابای مختلف، خیلی جالب بهت بگم، مثلا کتابای پلیسی خیلی دوست داشت، اینا رو گاهی میخوند. کتابای مربوط به تئاتر رو، اینا رو که خب طبیعتاً زمانهای دیگری میخوند. رمان میخوند، کتابهای ادبی و شعر ایرانی رو خیلی دوست داشت و به زبان فرانسه هم خیلی مسلط بودن. بله، شعرهای فرانسه رو خیلی دوست داشت، کتابای شعر فرانسه زیاد میخوند. میتونم بگم که همه کتابا رو واقعا اصلا کتاب خون بود دیگه، همیشه میخوند. برادرم شوخی میکرد، میگفتش که رفتیم مطب دکتر داوود، هرچیکش چیزی گیر نیورد، تمام بروشورا رو برداشت خوند، بروشورای پزشکی رو. اون خاطره رو بگین، اونو که من میدونم که وقتی که یک کتاب جابجا میشد، وقتی که باز در سالهای آخر هم میگفتین که حواسشون بود بودن اون کتاب سر. بله بله، واقعا همینطوره. یعنی اگر یه وقت من میخواستم که کتاب خونه رو یک کمی خلوت کنم، به هر حال یک مقداری کتابام بود که شاید دیگه خیلی هم به درد ما نمیخورد. و یه جایی هست به نام تبادل کتاب، خیلی خوشحال شدم یک بار یه مقدار از این کتابا رو، کتابای داوودم نبود که بگم، کتابایی بود که اون خودش خریده بود، شاید مثلا مال من بود، یا کتابایی بود که واقعا میشد که آدم در اختیار دیگران بگذاره داده بودم. بله متوجه میشد، میگفت این ردیف اینجا دو ردیف بوده، حالا یه ردیفش کم شده، چهار تاش کم شده، ای بابا. چون آقای رشیدی بسیار دست و دلباز بودن، بسیار، یعنی من هر چقدر بگم کم گفتم، ولی رو کتاب دقیق بودن. بله. حواسشون بود که کتابو به کی دادن. بله. برگرد. خودش میگفت کتابو نباید قرض داد، ولی اگرم قرض گرفتی دیگه نباید پس بدی. بقیه کتابا، کتاب همین گفتم جالب بود برام که همه شدن خانوما. کتاب هرس نوشته خانم نسیم مرشی. اینو میخواستم آخر سر بگم، اینو تازه دارم میخونم. اصلا معلومه از سروش جان که گذاشتین. آره. چون کتاب خیلی هم جدیده، تازه. بله. در اومده. اینو تازه دارم میخونم الانم. یکی از دوستان همکاران اینجا بر من گفتن که این کتاب دومه خانم نسیم. بله. مرعشیه. بله. و اولین کتابش یادداشت کردم اسمشو، به نام پاییز فصل آخر است. بله. این اولین کتاب خانم مرعشی، اون پاییز فصل آخر است بوده که خیلی هم
مورد توجه قرار گرفته. این کتاب رو خانم مرعشی خودشون برای لیلی نوشتن. برای لیلی نوشتن، خط خودشونه خانم مرعشی. و اینو لیلی چند روز پیش به من داد، گفت این خیلی کتاب خوبیه و بخون. منم شروع کردم به خوندن. البته ماجراها مربوط به کسی میشه که در جنوب زندگی میکنه و بعد از حوادث و اتفاقات و واقعا ناگواری های بعد از جنگ که انشالله هیچ وقت خیلی بر من جالبه که اینقدر به روز هستید. یعنی کتابی که از انتشارش یکی دو ماهی بیشتر نمیگذره، کتابی که دستتونه و دارین میخونی. اینو به من لیلی کتاب خونه، اون به من داد همین چند روز قبل. اما راجب این میخواستم صحبت بکنم. خانم شهلا حائری رو اجازه بدین پس من اسم این کتابو بگم. آتش از پشت شیشه، نوشته سرکار خانم شهلا حائری که از مترجمای واقعا درجه یک ما هم هستن. بله، همین اتفاقا میخواستم بگم. ایشون به عنوان مترجمه به خصوص نمایشنامه خیلی شهرت دارن، ولی چند وقته که علاقمند شده رمان بنویسه و به نظرم شیرینه رماناش، مخصوصا به درد خانوما خیلی میخوره، کوتاه و شیرین. و نمایش هایی هم که نمایشنامه هایی هم که ترجمه کردن بسیار نمایشنامه هایی خوبیه. بله. و خیلی خاص کارهایی که مثلا از اریک امانوئلش بله ترجمه بله کردن. بله. خیلی انتخابای خوب، کارهای بله خوب. یعنی اون خورده جنایت های زناشویی بله و یکی دیگه هم که مهمان سرای دو دنیا. بله بله. دیروز خیلی دیره، این مجموعه داستان باز مال سرکار خانم شهلا حائری و بی خود و بی جهت. این اولین رمانش بود. بله. خانم شهلا حائری این اولین رمانش بود که نوشته بود و الان حالا به جز اینا مثل که یه رمان دیگه هم بود که من به نام حالا اسمش الان یادم رفت، فهرست اسمش یادم رفت. نمایشنامه اسم رو هم خانم شهلا حائری ترجمه کردن دیگه. اسم رو هم ایشون ترجمه کردن. نمایشنامه منهای دو و آقای اشمیتکیه که خود شما بازی کردید. به کارگردانی آقای رشیدی. بله، اینا دو نمایشنامه رو آقای رشیدی از خانم حائری خواستن که ترجمه بکنه. حالا که صحبت نمایشنامه شد، من بگم که یکی از عقاید آقای رشیدی این بودش که باید نمایشی که آدم میاره روی صحنه به روز باشه و به خلقیات و مشکلات و مسائل اون دوره و زمانه بخوره، جور باشه. و هم نمایش منهای دو که نمایش سرگذشت دو نفر بود که بیمار بودن و به استقبال مرگ قاعدتاً باید برن، ولی با امید به استقبال مرگ میرفتن و چیزی بود که داوود همیشه عقیده داشت که باید امید و هیچ‌وقت از دست نده. کارهای بسیار مدرن و واقعاً به روز. بله. کارهای معاصر. آقای رشیدی یادمه وقتی که هنر را هم در واقع کارگردانی کردن که خانم یاسمینا رضا نوشته، خیلی جدید بود اون موقع، برای اولین بار اجرایی از خانم یاسمینا رضا رو روی صحنه بردن. بله، چه کار خوب. بله، برای اولین بار بود هنر و فکر میکنم اصلا معرفی یاسمینا رضا. بله. بله. یکی از واقعا خصوصیات آقای رشیدی معرفی نویسنده های جدید بود. همین منهای دو مثلا بنچ استریت نویسندش بود که اون رو هم خانم حائری ترجمه کردن و بعدم همون نمایش اشمیت. بله، اسم رو هم خانم حائری ترجمه. دو کتاب بعدی هم احتمالاً گم شدم، سارا سالار و هست یا نیست که دربارش صحبت کردیم. خانم رشیدی، خانم برومند عزیزم، واقعا دیگه اسم برومند و رشیدی یه مجموعه به هم چسبیده شده. اصلا برومند رشیدی شده یه چسبیده به هم. ببخشید که گفتم. این دمنوش خیلی خیلی خوشمزه ما که سرد شد که نمیخوریم. بفرمایید که ما هنوز یه بخش دیگه داریم. بخوریم و به من بگین که عالی بود یا نبود. بله، امیدوارم که خوشتون بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم.
سروش چه اونو تا ته خوردی؟ شما چرا میل نکردی؟ ولی من یه قلوب خوردم دیگه. چطور بود؟ خوب بود. ولی چه جوریه دفعه آخر؟ من دیگه چیزه مثل قول بیابونی خود میخورم. خانم برومند، شما برای خانم لیلی رشیدی دخترتون کتاب میخونید؟ و فرهاد. و فرهاد. بله. و سینا. و حالا سینا رو میخواستم بعد بیام. نورو. ولی کتاب میخوندین یا نه؟ و برای همه بچه ها، هر بچه ای که تو اون دوره همین سن لیلی و اینا بودن، حالا فرهاد که یک کمی بزرگتر بود، ولی برای فرهاد که اصلا خیلی عادت داشت. بچه ها اون موقع واقعا خیلی فرق داشتن. یعنی فرهاد دو سه سری براش باید یه مامان بزرگش براش قصه میگفت، باباش باش حرف میزد، من براش قصه میخوندم و میخوابید ساعت 7:30 بعد از ظهر. ولی شاید کار خوبیه که بچه ها رو عادت میدادیم و میدادن بله، که براشون قصه خونده بله. باشه. بعدم برای لیلی هم همینطور. سینام یک کمی یه مدت خیلی علاقمند شده بود به شاهنامه و سینا پسر خانم لیلی رشیدی. بله ببخشید من بله. توضیح ندم. ولی یه مدت خیلی به شاهنامه علاقمند شده بود. بعد میدونی شاهنامه چاپای خیلی خلاصه شده و ساده شده برای بچه ها داره، ولی برای بچه ها و نوجوان ها. ولی من نمیدونم چرا این کتاب شاهنامه به این بزرگی اینقدر کتاب رو سینا برده بود تو اتاقش خونهشون و اینو به من میگفت از روی این بعد بخونی. آخه شاهنامه یه ذره هم سخت یه جاهایی سخت بود. اصلا من از اولش شروع کرده بودم میخوندم به سختی و اونم میپرسید این یعنی چی یعنی چی. و واقعا بله به نظر من مشکله. چی کار باید بکنیم که دوباره بچه ها قصه بخونن، کتاب بخونن؟ الان من بچه دوروبرم چون نمیشناسم نمیتونم خیلی قضاوت کنم، ولی آیا واقعا فکر میکنید که بچه ها دیگه نمیخونن؟ شاید میخونن بعضی بچه ها. آخه همین تلفن گوشی همراه یه ذره باعث شده که انگار سهل الوصول تره. ببین تا 7-8 سالگی که اختیارشون دست مادر پدرشونه، واقعا مادرها الان خیلی متعهد و مسئول و دلسوزن و خیلی به فکر بچه هاشونن، میخونن براشون کتاب. حالا بعد که دیگه این بچه ها آشنا میشن با فضای مجازی دیگه نمیدونم، بعدم تلویزیون و شبکه های مختلف، خودمونم الان در شبکه های مختلفمون برنامه های خوبی داریم. شما مال یه خانواده فرهنگی هستین. خواهران برومند همشون در عرصه نمایش چهرهای شاخص و ناماشنایی هستن. توی شما کدوم یکی از خواهرها بیشتر اهل کتاب و کتاب خوندن بودن؟ مرضیه. مرضیه الانم خیلی کتاب میخونه. از شما هم بیشتر میخونه؟ اصلا کتاب خیلی میخونه. بله. واقعا کتاب خونه. من یه چیز دیگه بگم، صبح که من از خونه میرم بیرون، در خونه رو که باز میکنم، یه تعداد زیادی روزنامه و مجله هر روز دم خونه ما گذاشتن. من اینا رو دسته میکنم میذارم اونجا، همه نوشته که جناب آقای داوود رشیدی، هنوزم با اسم آقای داوود رشیدی، سرکار خانم احترام برومند. یعنی روزی اینقدر شما این روزنامه مجله رو چیکار میکنید؟ آره هم میخونم هم نگاه میکنم میخونم. و بعد یه کاری که میکنم که حال دارم از خودم تعریف میکنم کار خوبیه، میدم به نگهبانا و کارکنان مجتمعمون. اونام خیلی علاقمندن که بخونن این کارو بکنن و خیلی تشکر میکنن. آره خوب بعضیاش هم بدین به من پس حتما. عرضم بزرگتون که من یه خواهشی دارم برای اینکه برنامه رو تموم بکنیم. ما یه بخش نماداستان داریم. تو بخش نماداستان معمولا ست تصویر به مهمون برنامه نشون میدیم و میخواییم یه چیزی به برامون بنویسن. ولی این دفعه یه کار دیگه بکنیم. یه داستانی رو شما شروع کنید. بله. دو سه خطی برای ما بنویسید. بگید و بعد همون دو سه خط رو بنویسید که ما بعداً از بیننده هامون یا از مهمونای بعدیمون خواهش کنیم این داستانی رو که خانم احترام برومند عزیز شروع کردن ادامه بدن و ادامهش رو برامو بنویسن. الان شروعش من بودم؟ چه کار سختی. چه کار خوبی. چه کار سختی. خب باید بنویسم. بله من الان دفتر بله میارم. به این دفتر اینجا هم. خودکار. خودکار.
حالا یه چیزی براتون تعریف کنم. بفرمایید. سروش جان، من وقتی داشتی میگفتی که هر روز صبح دم در خونه ما یک عالم مجله و روزنامه و اینا، من داشتم از خنده میمردم. چرا؟ چون از وقتی آقای نجفی شهردار شدن دیگه اصلا برای ما مجله و روزنامه نمیاد. ای داده بیدا، چرا؟ من والا یه روز داشتم همینطوری تعریف میکردم، میدونی مرضیه خیلی اهل شوخی و طنزه، گفتم مرضی از وقتی آقای نجفی شهردار شد دیگه این روزنامه و مجله اینا همه مال چیزای همشهری بود، اینا اصلا دیگه نمیاد برای من. گفت خب آخه آقای نجفی از دونه درشتا شروع کرده. گفتن که یه ذره هزینه ها رو کم بکنیم. از من شروع کردن. روزنامه هایی که برای خانم برومند میره رو دیگه نفرستیم. فعلا قطع کنیم تا بعد. احتمالاً صرفه‌جویی هم شده تو هزینه شهرداری. بله. بفرمایید. ولی خب یکی دو تا مجله سینمایی هست که هنوز میاد. بعد جالبه که یکی از برای بچه ها نگهبان ها گفتش که خانم برو من دیگه مجله به ما نمیدی. گفتم والا دیگه نمیفرستن. من دیدم واقعا مدت نیست روزنامه. آره، فکر کردم شما زودتر از من میایین. نه نه اینطوری بود. خب بفهم. حالا من میدونی خیلی کار سختی به من گفتی. نه دو خط. دو خط؟ خب من همون دو خط رو مینویسم. بله دو خط بنویسیم. به نام خدا. یکی بود یکی نبود، در زمانه پرهیاهوی امروز و در دنیایی که همه مشکلات به مسائل دنیوی خط می شود. من دارم از خط خانم برومند و نحوه ساختمانی نحوه نوشتنشون لذت می برم. همسایه های زندگی می کنند که اختلافشان بر سر کتاب و جای نگهداری کتاب و مجلات و فیلم ها و سیدی های موسیقی است. کاش همه مشکلات این چنین باشد. واقعا کاش مشکلاتمون اینجوری باشه. سروش صحت. من هی میخوام در برم هی نمیذارم. کی کتاب ها از راه روها جمع میشود؟ یک سال به مهلت دادین دیگه. من به خودم میبالم. برای اینکه من یه مدتی رئیس هیئت مدیره بودم و تو تمام راهروها و زیرزمین‌ها مشکل ما آتش‌قالای بیخودی بود، ولی مشکل من و شما کتابه. خدا رو شکر و خیلی خیلی ممنونم که تو این برنامه من به خودم میبالم که همسایم شمایی. قربون شما برم. من خوشحالم که تو این برنامه در حضور مردم تونستم یه سال وقت از شما بگیرم که این راهرو رو گوشش کتاب بچینم بعد مرتب میکنم. انشالله. نمیدونین چقدر خوشحالم، چقدر مفتخرم که دعوت ما رو قبول کردید و به برنامه کتاب باز اومدید. نمیدونین چقدر خوشحالم و مفتخرم که درباره استاد داوود رشیدی صحبت شد. واقعا فکر میکنم یکی از بهترین برنامه هامون بود. سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی. بله من اینکه ولی قبل از این من خدمتتون میگم که انشاءالله اگر تا 7-8 ماه دیگه یه برنامه دارم که یه کتابی راجع به آقای رشیدی در بیاد، حالا جزئیاتشو بعد میگم، ولی خواهش میکنم اون موقع هم از من بخوا که من مهمون برنامه‌تون بشم و راجع به اون کتاب صحبت با بکنی. افتخار آرزوی ماست. من از شما خواهش میکنم که دوباره بیایید و هر چقدر بیشتر تشریف بیارید تو درباره کتاب بر ما صحبت کنید. ما خوشحال تریم. یه چه عذرخواهی هم از بینندگان عزیز میکنم. من همیشه وقتی که نشستم برنامه ها رو نگاه میکنم کسایی که این صندلیشون اینطوری میشه میگم چرا انقدر اینو تکون میدن، ولی الان خودم گیره این صندلی افتادم. بله، برای اینکه تفکر ببخشید. من عذر میخوام اگر که
این گاهی این حرکت می شده، من بفهمید. این ناخودآگاه بوده. سردیس یکی از بزرگان ادب فارسی رو لطفاً به یادگار از ما بپذیرید. خب حالا سهراب سپهری تند، من باید زود انتخاب بکنم، معطل نباید بکنم. بابا طاهر، شهریار، یه چیزی این پایین دیدم از کدوم بودش. خب من بابا طاهر رو برمیدارم دیگه. چرا بابا طاهر رو انتخاب کردید؟ بابا طاهر رو چرا انتخاب کردم؟ من که دو سال پشت سر هم دارم میرم همدان برای جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بله. که رفته بودیم و حالا خوشبختانه خیلی هم خوشحال بودم امسال توی این جشنواره از من تجلیل شد تو جشنواره تئاتر کودک نوجوان و بعد میرفتیم اونجا آرامگاه بابا طاهر، مخصوصا روزهای تعطیل اونجا شعر خونی و خیلی خیلی واقعا رباعیات بابا طاهر. بله واقعا همدانی ها، شعر دوست ها، هنر دوست ها همه اونجا جمع بودن. الان من به یاد همه همدانی ها. بسیار عالی، بسیار عالی. بله. آرزوی ما تو این برنامه خانم برومند اینه که مردم ایران روزی کتاب خونترین مردم دنیا بشن. انشالله. امید خود. خیلی از شما ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. ممنونم از شما. و خیلی از شما ممنونم که برنامه ما رو دیدید. خدا نگهدار شما باشه.